خواهش. بله درجه هست. خب دوستان بحث امروز در رابطه با حقمون رو فراموش نکنیم. خب اول حق چیه؟ حقمون چی هستش؟ ما یه حقی داریم که حق ذاتی ماست، یعنی وقتی به دنیا میایم این حق با ما همراهه، مثل نفس کشیدن یا مثل دیدن، مثل صحبت کردن، مثل فریاد زدن، مثل شنیدن، فکر کردن یا بعداً رشد کردن یا حرکت کردن، اینا جزء حقوق ذاتی ماست. یعنی وقتی به دنیا میایم هیچ کاری هم با همون نداشته باشه، این رشد اتفاق میفته، این به اصطلاح حواس داریم. خب اینا حقوق اولیه ماست. یه سری حقوق هست که حقوق شهروندی میگن. این حقوق شهروندی در واقع باید مکمل این حقوق ذاتی ما باشه. یعنی حقوق ذاتی که ما داریم، فرض کن نفس کشیدن، جامعه که میتونه جامعه خانواده باشه، میتونه شهرمون باشه، میتونه کشور یا جامعه جهانی، وظیفه داره که این حقوق رو در اختیار من قرار بده که من سالم و در امنیت نفس بکشم و بتونم همیشه نفس بکشم. یا مثلا ببینم، حقیقت‌ها رو ببینم، نه یه پرده جلوم بکشن اون چیزی که دلشون میخواد نشونه. یا بشنویم، همینطور که مثلا همین صدا و صدای ملی ایران هست، مثلا هر چیزی نشون میده دروغه و باید دنبال واقعیت توی جاهای دیگه بگردیم. اینا حقوق شهروندی ماست. یعنی میتونیم در واقع ادعا بکنیم. یا رشد کردن، باید ما در یک محیط سالم رشد کنیم، بتونیم سقف داشته باشیم، غذا داشته باشیم، محیط سالم داشته باشیم که بتونیم سالم رشد کنیم، بتونیم آموزش ببینیم، بریم درس بخونیم. اینا حقوق شهروندی ماست. حالا من زیاد مثال اینا رو نمیزنم. اینا حقوق اولیه هر انسان هستش که ما کانون هم برای این تلاش میکنیم که این حقوق رو آشنا بکنیم، برای اینکه دوستان بدونن که ما چه حق و حقوقی داریم و چگونه باید تلاش کنیم این حق از دستمون نره. اما یه دردی داریم، ما حق رو میدونیم اما فوری فراموش میکنیم. یعنی یه حقی داریم که مثلا حق داریم که مدرسه بریم درس بخونیم و این جز حقوق اصلی ماست، حقوق شهروندی ماست، تو قانون اساسیمون هم نوشته شده، تو حقوق بشر نوشته شده که این تا زمانی که میخواد قبل از دیپلم تو باید مدرسه مجانی باشه، این حق طبیعی ماست. اما میریم مدرسه میبینیم که میگن باید از اینقدر پول بدی، ماژیک بدی، کاغذ بدی، چی 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 بدی تا مثلا تو ثبت نام کنی بچه‌تو. اینا حقوقیه که ماها بر حسب مرور عادت کردیم بهش. یه عادت دیگه هم کردیم، انقدر در جامعه ما حوادث زیاد هست، انقدر ما رو در تنگنا قرار دادن که هر روز یه حادثه داریم، مجبوریم حادثه دیروزمون رو فراموش کنیم. یا در جامعه ما به دلیل اینکه نوع حکومت‌های یا نوع دولت‌هایی که ما داشتیم همه دیکتاتور و خواهان سرکوب بودن، ما دیگه مجبور به فراموشی شدیم. یعنی فرض کن دوره پهلوی رو بریم نگاه کنیم، ببینیم اتفاقای افتاده که الان خیلی از بچه‌ها نمیدونن. مثلا کودتای سال 1299، یک دولتی از بین رفت، 5 سال بدون دولت بود، بدون بعد اومدن یه سلسله درست کردن. خب اینا رو کسی نمیدونه، یا یه مدرسی بود که ایشون اسمش هم آورد اعتراضی کرد. اینا خود تو تاریخه. جلوتر بیایم میبینیم که میگن مثلا فرض کن رضا شاه پهلوی مثلا خیلی کارا کرد، بعد میبینیم در 2 ساعت از شمال و جنوب تسلیم شد، ارتشی که یه مملکت رو میخواست آروم بکنه در 2 ساعت تسلیم شد. کسی بهش فکر نمیکنه. یعنی مملکت ما ظرف 2 ساعت تسلیم روسا، ظرف 2 ساعت به خاطر نوع رفتاری که بود. یا مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد سال 1327، ولی هیچ کس ندونست. من مال اون نسلم نمیدونم، شما مال این نسلی نمیدونید، یعنی نخوندید. همش هم 30 ماده است در 2 صفحه که ما همه رو چاپ میکنیم پخش میکنیم. یا مثلا اگر نگاه کنیم ببینید کودتا میشه علیه مصدق، یا 30 تیر هست برای اینکه مصدق رو عزلش میکنن، بعد مردم میان در مجلس نصبش میکنن، در واقع حرکت مردمیه. یا میان یک
قانون مطبوعات درست میکنن سال 1334 در رابطه با نوع مطبوعات که مطبوعات دیگه بسته میشن، چون در زمان مصدق مطبوعات آزاد بودن، میتونستن بارها و بارها به اشکال مختلف هم به دربار به اصطلاح انتقاد بکنن، هم به پهلوی انتقاد بکنن، هم به نخست وزیر که خود مصدق بود، به راحتی همه کار میکردن. اما بعد برای اینکه جلوش گرفته بشه اومدن قانون گذروندن، یا همین قانون هم بعدها آوردن همون روزنامه سلام و داستان 18 تیر و 1378 که اتفاق افتاد پیامد همون قانون مطبوعاته. یعنی ما بدونیم که بدونیم وارد یک عرصه‌ای شدیم که خودمون رو سانسور کنیم. چرا؟ دو اون قانون مطبوعات اومده گفته آقا هر کس به پهلوی و زنش و بچهش یه چیزی بگه باید مثلا یک سال تا سه سال روزنامه‌شو می‌بندن، روزنامه رو می‌بندن، یه سال تا سال زندانن، روزنامه هم تعطیل. خب یه روزنامه 40 50 تا کارمند داره، کارمندا چیکار کنن؟ اونا چه گناهی کردن؟ همین قانون رو دوباره آوردن در زمان جمهوری اسلامی تو ایران تصویب بکنن که همون داستان سلام پیش اومد. مطالب این چنینی خیلی ما داریم که لازمه راجبش بیشتر صحبت بشه، حرف زده بشه، و یا مثلا بیاد پهلوی بگه ما فقط یه حزب داریم اونم رستاخیز. کسی نمیدونه الان مثلا بعضیا خیلی صحبت میکنن میگن که زمان پهلوی خیلی خوب بود، بعد میبینی بابا سال 55 اومد دست خوش اینجاست گفت ما یه حزب داریم به نام رستاخیز، هر کم نمیخواد سپاسشو بگیره بره. من پای تلویزیون نشستم مثلا تعجب کردم، مثلا مگه میشه هم چیزی؟ میدونید این اتفاقا در جامعه ما افتاده، ولی چون تکرار نمیشه، گفته نمیشه، همه فراموش میکنن. اینا حق طبیعی ماست که ما دنبال اینا باشیم. بعد از انقلاب هم اگر نگاه بکنیم بارها و بارها این اتفاقات افتاده. قسمت‌های دورش رو نگاه کنیم، حالا من چند تا رو اسم برم خوشحال میشم چون بحث آزاده، شما هم خاطراتتون رو بگید دونه دونه عنوان بکنید. اگر از نسل پهلوی خاطره ای دارید، مورد دارید میتونید بگید. اگر از نسل جدیده، دهه 60 کشتار کردن، یعنی سال 60 61 62 63 کلی زندانی کشتن، کلی جوان کشتن. یعنی سال 60 در 30 خرداد که اسمش هم برده شد توسط آقای آدینه، سال 60 قرار بود که آقای بنی صدر رو عزل کردن، حزب ملی‌گراها آقای بازرگان اینا اعلام کردن که ما میخوایم بریم میدون فردوسی برای اعتراض به چرا عزل آقای بنی صدر برای 30 خرداد، که صبحش خمینی اعلام کرد که این حق نداره هر کس بره اونجا ما داغونش میکنیم. بازرگان اینا کنسل کردن رفتن به اونجا رو، اما اومدن مردم تو خیابون اعتراض کردن. من تو خیابون پهلوی رو روی سینما آتلانتیک بودم، جوونا اومدن اتوبوس آتیش زدن، شلوغ کردن، ریختن، گرفتن و یک کشتار وحشتناکی شد. یعنی اصلا وحشتناک، حالا دیگه جاش الان نیست بخوام بگم که اصلا داریم آدمایی که مثلا بچه 14 15 سالش برای خاطر یه تیغی که تو جیبش بود اعدامش کردن. یعنی خیلی، حالا من چند تاشون رو میشناسم، اصلا لازم به گفتن نیست، ولی این اتفاقا سال 60 افتاد. بعد بدتر از اون همون آزادی خرمشهر بود که اصلا جنگ میتونست تموم بشه، نشد. بعدش میایم میبینیم سال 67 چه کشتاری تو زندان‌ها کردن که الان باز بحثش شد، صحبتش شد. از اون جلوتر بیایم ما دائم میبینیم سدسازی‌هایی که شد که اصلا مملکت رو به خشکی برد. اصلا چاهای آبی که زده شده، مثلا فرض کنید ما در ایران میگفتن شما تا 350 هزار چاه عمیق و نیمه عمیق میتونید بزنید، یا آمار داده بودن. الان 500 هزار چاه عمیق نیمه عمیق اضافه بر اون 350 هزار زدن. یعنی این آمارا، اینا اتفاقایی که افتاده. حالا اینا رو هم بخوایم عبور بکنیم، دزدیایی که داره میشه دیگه، عرض کنم زلزله داده ها، زلزله بم اتفاق افتاد هنوز تو کانکس هم بنده خدا، یا چه میدونم سیلایی که اومده چه الان چه در دورهای قبل، یا زلزله کرمانشاه، انواع اقسام این اتفاقا افتاده. من اتفاقا میخواستم خواهش کنم دوستان الان راجع به مثلا فرض کن همین دزدی ها که شده از این 3000 میلیارد آقای خاوری بگذریم، ما دائم داریم بالای چندین هزار میلیارد میشنویم. بعد اصلا یکی یکی یادمون میره. اصلا همین الان اگه بخوایم اسم ببریم، دو تا شما میتونه اسم ببرن، یا اصلا کشتی سانچی چی شد، پلاسکوت به کجا رسید، اصلا کی متهم بود، چه اتفاقی افتاد، چه نتیجه گرفتن.
اینه که اینا اون حقهای ماست که بی صدا داره از بین میره و ما فراموش میکنیم یادآوری کنیم. من خواهش میکنم دوستان هر کدوم هر خاطره ای در رابطه با این موضوعات دارن عنوان بکنن، چون من یه لیست 5 صفحه ای نوشتم دیگه، نمیخوام من همه رو بگم، میخوام شما فکر کنید ببینید کی چه چیزایی یادش میفته. هر چی این حرف جدید هنوز نشده ولی میشه. خب جدیدترین کلا برداری کدومشه؟ همین 4-0 حذف کردم. من در کنار صحبت های شفیق میخواستم بحثی بگم. وقتی که ما هر موقع حقمون رو فراموش میکنیم، رژیمی که الان توی حاکمه ایران جریح‌تر میشه برای پایمال کردن حق دیگر. تو سال 67 یک سری رو کشتن، جمهوری اسلامی جریح‌تر شدش برای نابودی، برای کشتن ترورای قتل زنجیری. وقتی که جامعه جهانی اعتراض کرد به قتل زنجیری، اومده چیکار کرد؟ قضیه کوه، بحث کوه دانشگاه پیش اومد، بازم دوباره اعتراض، دوباره قلمر بعد از اون به خودش اجازه داد. تو سال 88 مردم رأی داده بودن، حالا به درست یا به غلط، مردم حقشون رو بازم فراموش کرده بودن. تو اون تایم حمله کرد به مردم، حق مردم رو پایمال کرد. ما زمانی که حقمون رو فراموش کنیم، جمهوری اسلامی یه پله بالاتر میره و باعث میشه که بیشتر حق مردم رو زیر پای خودش بذاره. ما اجازه میدیم برای پیشرفته پیشبرد اهداف خودش. اگر ما تو مردم تو سال حالا 88 اگر جلوتر رفته بودن و تونسته بودن حق خودشون رو بگیرن، هیچ کنون از این دوزیایی که الان بوده شاید اتفاق نمیافتاد. شاید خیلی از اتفاقاتی که پیش اومده بود اتفاق نمیافتاد. شاید افرادی که کشته شدن فهمیدن بود 3000 تا 4000 نفره. خب 3000 تا 4000 خود هر کدوم یه خانواده چند نفره داشته باشن، شما فکر کنید چه تعداد زیادی میشه. همین افراد این حق حداقل حقی اگر طلب میکردن و میخواستن. فقط چند نفرشون دیده میشن اعتراض داری میکنن؟ ما الان تو قضیه 88 به بعد چند از مادرها دارن اعتراض میکنن؟ چند نفر به قول حرف بلوش 10-15 از مادرها هستن که بولد هستن و همیشه اعتراض میکنن و بقیه سکوت اختیار کردن. و اصل عملی که به نظر من دولت نشون میده نشانه که ترسی که داره، واقعا نگران شده که اصل عمل نشون میده. وقتی که شروع میکنه به گرفتن و شروع میکنه مقابله کردن و بخواد در واقع چی میگن گور بر دم هجره کشتن افراد که بقیه درس عبرت بشه، در واقع نگران شده. با این نگرانی باید درس قدرت در واقع قوت قلبی برای ما باشه، پس این نگرانش میکنه بیشتر قوی کنه. من خواهش میکنم فقط نکته بگیم، چش نکته موضوع رو بگیم. مثلا نه قتل‌های زنجیره‌ای ایشون گفتن، نه این یه موضوع، چون خیلی موضوع، فقط می‌خوایم ذهنمون کار کنه، تفسیر نکنیم حرفمون رو. به نظر من برای کاست دادن، برای بهار دادن، حالا به هر جهت هممون می‌دونیم به خاطر شیوهی که این رژیم جمهوری اسلامی داره کشتار 100% به رژیم میاد، ولی من فکر کنم که تا حتی 100,000 نفر هم که کشته بشن در ارزششون واقعا داره که بتونن جلوی کشته شدن خیلی بیشتر مردم رو بگیرن. چون به این سیستمی که داره پیش میره، یا حالا یه جنگ رو وجود میاره که بیشتر مردم کشته بشن، همه این زیر ساخته خراب بشه. در حال حاضر همین ماشین های بدون استانداردی که تولید میکنم بیشتر از راهپیمایی که مردم برای آزادیشون بخوان انجام بدن آدم میکشه توی یک سال. این راهیه که باید برن، یا حالا دیر یا زود و ضرب المثل هم که داریم جلوی ضرر از هر جا بگیریم. این خودش یه بحثه، من واردش نمیخوام بشم، فقط یه توضیح میدم که نگاه الان ما به این نیست که با رژیم چیکار کنیم. ولی رژیم تا ما آگاه نشیم هیچ اتفاقی نمیفته، تا جمع آگاه نباشه اتفاقی نمیفته. اما نکته دارم من الان، ببینید ما چند تا اتفاق افتاده هیچ کدوم یاداوری نکردید. یه مش دکل دزدیدن، چی شد؟ اصلا یاداوری شده نمیکنید؟ بفرمایید. بله، من اینو مقدمه
آقای گلزار گفتن چی گفتن آقای گلزار؟ گفتن ما نفت و حق خودمون نمیدونیم، مالیات و حق خودمون نمیدونیم. وقتی این حق رو نمیدونیم، خب اینا هم جز اوناست دیگه، چه فرق میکنه؟ بحث ما هم همینه که چونه بزنیم ببینیم چیه، یادمون بیاریم، تلاش کنیم، فکر کنیم، بریم بخونیم، یعنی دونه دونه. ببخشید من دوباره جواب درست رو میخواستم بگم، این منفعت طلبی شخصیه که باعث میشه فراموش کنیم حقا. یعنی هر جا هر شخصی که اومد یه منفعت بهش رسید، دیگه پیش خودش خوشحاله، پیش خودش به اون اهدافی که میخواسته رسیده، دیگه بقیه براش مهم نیستن. بعدم یه نکته دیگه هم قبل از این بود، من یه حضور بکنم بزنم به این جریان برداشتن حکومت، چون شما فهمید آگاهی باید قبلا بدن. یکی از دلایلی که مردم آگاهی ندارن وجود همین حکومته، چون اجازه آگاهی نمیده، چون آگاهی اولین کلیدیه که در باز بشه برای اینا رو از اون در بیرون کردن. این چیزیه که مثلا باید انجام بشه. حالا به حال جامعه تا یه اندازه رسیده که باور کنه اینا دیگه نباید بشه. این ارزش این جمع هاست میتونه نشون بده که میتونه به آگاهی برسونه آدم. این ارزش این جمع هاست. معذرت محمود. ما برای اخذ حقمون نیاز به همبستگی ملت با هم داریم. این جنبش ها و همبستگی باید چیکار کنیم که همینجوری متداوم باشه؟ اینجوری نباشه که توی یه لول، توی یه ماه دو تا در واقع اعتراض انجام میشه، بعد یه دفعه به مدت دو ماه کنار گذاشته میشه و بعد از سه ماه مجدداً میبینیم که مثلا سه تا از اعتراضات و مردمی پشت سر هم توی ماهای مختلف انجام میشه. این وقفه‌ای که بین اینا صحبت چیکار کنیم از کار بندازیم و جنبش های مردمی چطوری باید بشه که پشت سر هم مداوم باشه که بتونه دولت از پاپ در بیاره؟ شما چرا مسیر جلسه رو میخواین عوض کنیم؟ ما میخواین بگیم چه حوادثی در طول این 40 سال، 60 سال افتاده که یه تلنگر بزنیم یادون بیفته. مثلا آتش‌سوزی جنگل ها تو محیط زیست شده شده. مثلا برای خودش که فضای مجازی دیگه فیلتر نشده. بله. اجازه بده. نینا خانم بفهم. این نبود خیلی خب. چون ببینید اینا هر کدوم یه بحثه. ببینید من فقط یه برای بستن این موضوع، آگاهی اصل هر حرکتیه. اگر در آگاهی اعتراض بشه خاموش نمیشه، مخصوصا جامعه. نه که 4 تا آگاه بشن 400 تا، نه ها، یعنی جامعه اقلا 30-40% آگاه باشه که بتونه به بقیه اثر بذاره بره جلو. این بحث رو ببندیم. بله، حالا میریم جلو. من دوباره برای یادآوری بگم، نه بگو. من خواستم اینو بگم که واقعا آگاهی خیلی تاثیر میذاره روی چیزی که ما بدونیم. اینی که من الان میخوام بازپسگیری حق منه، گرفتن حق من است. یعنی من به صرف اینکه انسان هستم این حق رو دارم، و اگر یه چیزی کمتر از اون حق خودم رو به هم دادم، من قانع نشم، گدایی نکنم حق خودم. ولی متاسفانه ما ملتی هستیم که صیاد هایی که توی چین با بزرگش خلیج فارس حق سید خلیج فارس دادن و تمام افراد ما دریای عمان پسر آغازاده دادن به هندی ها. اصلا پسر این آقازاده ها میرن عکس میذارن فرداش باباشو میارن تبریک تشکر میکنن، دفاع میکنن از خودش تو تلویزیون. پسر مثلا این آقای وزیر چی بودش اسمش که اومده تو تلویزیون صحبتش میکردش،
آقای داورزنی اومده گفتش من دخترم تو ماشاالله. من باز چند تا رو یادآوری میکنم باز ذهنمون کار کنه. آقای طوسی رو یادتونه همه دیگه. الحمدلله یادتونه. خب. نه یادتون رفت نگفتید. ببینید یک گمرک تهران هک شد. در یه تاریخی حدود یک سال قبل. 5000 ماشین مثل پورشه و اینا وارد مملکت شد. یعنی یه روز هک شد. 5000 ماشین اومد تو بازار. اصلا آب حساب تکون نخورد. یه اتفاق دیگه نه؟ اما هیچ کی اصلا به فکرش نیست. یا اصلا مثال دیگه‌ای که من میخوام بزنم خود جنبش سال 88 سال 96 تموم شد. 96 20 روز اومدن. حتی تو همین اروپا هم میبینیم رفتن تظاهرات که داد زدن خیابون رابندون فلان اینا تموم شد. اصلا غیب شد همه اینا. یا اصلا بحث خود نیروگاه، اصلا نیروگاه چرا درست شد؟ یا برخورد تمدن‌ها، آقای خاتمی درست کرده بود. اینا اتفاقایی بوده که دونه دونه میتونه اثرگذار باشه. یا اصلا خانم ژاله کاظمی رو کشتن. زهرا کاظمی. ژاله من گفتم، اون گوینده بود. بعد خود چابهار اجاره دادن. آب خرمشهر، آب آبادان، درد دل من هم میشه. سد گتوند، شوریش. آقای سکه بدون سکه بزنن. جالبه. خب من دلم میخواد راجع به اینا بگیم. خب بگید، یکیشو بگید که یکی اسم ببرید. مجازات مالی که مؤسسات مالی برای ما بود. مصبیان. هواپیماهایی که سقوط میکنن همه آدمهای فعالین محیط زیست کشته میشن و این هم آدمهای داخل هم معلوم همیست و بسه چی؟ هواپیمای نظامی سقوط میکنه توش گوش بده میکنه. خب نزدیکی یه میلیون حساب علی دایی رو با چیز کردن، مسدود کردن سر کمک هایی که برای زلزله کرمانشاه بود، ولی آخر معلوم نشد که چی شده. صادق علی دایی رو مدام میکنم پیگیریش میکنم. خب هواپیمای حامل دوستان که معلوم نشد. نمیدونم ببخشید برای بیمار اجازه بده. وضعیت حوزه دریایی خزر مرسی. بله بله خاک ایران چی شد وضعیت میشه؟ قاچاق خاک خیلی مهمه. اوضاع زندانی سیاسی که روز به روز بدتر میشه، معلوم نیست که کجا. هر روزم بیشتر. سه تا خانم 56 سال زندان. محرومیت فدراسیون فوتبال ایران به روزی به خاطر اجازه ندادن برای زنان ورزشگاه رفتن. الان آقای زیستی های خودم میشه آقای زیستی ها آواز خوندن این خانومه چهل خوده ای سوال آقای زندان بردن شما خشکی دریاچه ارومیه و اعتراض پلنگایی که بود. بله همین زن و شوهر شهرستانی که دست فروشی میکردن. بله دیگه پسر آلمانی رو زدم عدم انتقال پول، یعنی مردم نمیتونن با خودشون، توریستا مجبورن با خودشون پول حجم بالای پول نقد با خودشون ببرن، نمیتونن با کارت ببرن. بقدر این شده این تومه هایی برای دوزا میدونن میشه پول زیادی با خودشون زیاد جدیده اینا تو بورسه. بله به دوستان یه قالیباف شهردار تهران بود دیگه مدتی نه؟ یاشار سلطانی افشا کرد که چقدر زمین رو پخش کردن بین خودیاشون، زمین های گرون قیمت رو بخشیدن به هم دیگه. بعد خود یاشار رو گرفتن زندان کردن، بقیه هم دارن زندگیشون رو میکنن. و بعدش هم داستان آقای نجفیه که خود نجفی وقتی اومد گفت من افشا میکنم پدر در میارم، پرستو انداختم به جونش و تموم شد. یا الان بحث خود لواسان کلاک، این دوتا جا هستش که میلیاردها سرمایه رفته باغات و جنگل ها رو از بین بردن. بله دیگه مشکل بیکاری، مشکل بزرگی بله اقتصادی که هر روز مردم باش.
و چقدر وخیم وضعیت هر کدوم از این نکته‌هایی که دوستان گفتن توی کشوری که راه راست زندگیه توی آلمان مثلا هر کدوم از این مسائل که ما گفتیم که خیلی راحت گفتیم اصلا فکرم بهش نکردیم هر کدوم از این مسائل اینجا به یا یک کشور همسط اینجا به وجود اومده بود اصلا روز و شب براشون نمیمون تا اونو درست کنیم این دوستمون هم الان داشته باشن که ما تازه همه خیلی عادیه یعنی به قدری عادی شده این مسائل اونجا که هر اتفاق دیگه هم مثلا یه بمب اتم وسط ایران منفجر شه دو روز بعدیش که دیگه از این صحبت نمی کنیم یعنی اینقدر بی‌تفاوتی شده خب باید تلاش کنیم که بی‌تفاوت نشیم دیگه الان داریم صحبت میکنیم فکر کنیم بی‌تفاوت نشیم یعنی الان همه حرف من همینه الان یه جنگلی هست هیرکانی ایشون مقاله نوشته خب دارن توش مسابقه رالی میخواستن بذارن خوشبختانه جلوشو گرفتن داشتن تصرفش میکردن حتی مشت درختاشو زدن آتش سوزی توش انداختن که اصلا جزء آثار جزء عتیقه است در واقع جزء جنگل های چندین هزار پنج هزار سال نمیده چندین هزار سال قدمت داره اصلا این جنگل ها یا مثلا دانشگاه آزاد دوستان یادشون رفت کولبرا دانشگاه آزاد کی یادشه چه اتفاقی افتاده شد اتوبوسش اتوبوس دانشگاه چه خبر شد نه خب حالا اون یه اتفاق بزرگ بود نه اتفاق استثنایی با عین این اتفاقات زیاد مثلا آدمایی که مثلا با کمپرسی یه مش بچه رو تو دسپول می‌خواستن برن اندیمش برای قرآن خوندن اتوبوس نه با کمپرسی میدونی چی هم که بار خالی میکنه این میاد تو چپ میکنه 50 تا بچه نمیرن یعنی 80 تا بچه ریختن تو اتاق کمپرسی دارن میبرن اصلا بفرمایید معلمای حق و تدریسی که اصلا استخدام نمیشن بله احسن ثروت علمی هم کرده بودن استادای دانشگاه ها باعث شدش که ایرانی ها تا مدت‌های مدیدی نمی‌تونستن استادای علمی معتبر مقاله بفرستن برای اینکه اکسپت کشون چاپ بکنن حالا نمی‌دونم اصلا حل شده یا نه وضعیت بعد بیمارستان همون چرا مثلا بیمارستان کودکان هم باید مردم پول جمع بشن دستگاه ام‌آرآی بخرن بچه‌ای که اخیراً دزدیدن از بیمارستان تامین اجتماعی و معلوم نیست بچه کجاست دوربینای مدرسه بیمارستان از کار انداخته بودن و یه خانمی اومده به عنوان پرستار بچه هم مادرش گرفته بود. یه نکته دیگه بگم شد. یه نکته دیگه اتفاقا دیشب خیلی وضعش داغ بود. این که تعداد کم پزشکای توی ایران که توی استاندارد جهانی برای هر 10,000 نفر باید بالای مثلا 50 تا دکتر باشه که توی ایران 11 نفر. از سومالی کندن و دردناکتر از این اینه که کلی پزشک مدرمی که بیرنی وقتی که فارغ التحصیل میشن اینا میرن خارج از کشور همین توی آلمان من خودم به شخصه تا حالا حداقل 20 نفر 30 نفر پزشک بودن که از ایران اومدن اینجا به خاطری که کار نداشتن توی ایران و این هزینه ای که میشه و یه نفر یه دکتر بخواد تربیت بشه 8-9 سال بعد درس بخونه این همه هزینه بشه توی کشور نه 30 سال باید درس بخونه 8-9 سال چیه؟ من فقط دانشگاه رو گفتم بعدش که چی؟ که همه یه عده پدر مادر فامیل همه اینا بیان با هم دیگه کار کنن این یه نفر که به اینجا رسیده بعد بیاد به خاطر بی‌برنامگی به خاطر اینکه بیکاری رو بیاد به خدمت اینجا آتش سوزی مکرر مدارس وجود خالکوبی در بدن که گواهینامه براشون صادر نمیشه بله جدیده اگه خبر برای مسیح دکتر فرستین دور مسئول میشه بله مشکلات مناطق محروم سیستان و بلوچستان هنوز آقا آیت هر بزرگ سلامت که توسط وزیر پیشین در حال پیگیری بود اما با تعویض وزیر کلیت صحبتی ازش نیست حمله ملخا ریزگردها چی شد اصلا مریضایی که به خاطر داروی بیهوشی خیلی مصرف گذشته مردن من ببخشید آتش سوزی تو مدرسمون دو تا مدرسه سوختن کل دانش آموز مردن خیلی شناب و خیلی احتیاج جراحی پلاستیک داشتن چی شد هی داره تکرار هم میشه هی تکرار
به نظر من یکی از دلایلی که مردم فراموش میکنن اون دغدغه‌های نیازهای اولیه زندگیشون هست که در انقدر فکرشون درگیره، انقدر درگیر مسائل زندگی خودشون هستن که به نظر من مسائل جامعه رو فراموش میکنن. این به نظر من یه توجیهه. به نظر من یه توجیهه. ما خودمون رو برای اینکه بگیم حالا خب من انقدر مشکلات دارم حاضر نیستم فکر کنم. به چی فکر کنی؟ حقته. این فکر جز حقوق توه. دیگه فکر کردن که دیگه کتک خوردن نداره. حقته. خب نه، وقتی که فکر کردی یاد گرفتی بعد تبدیل میشه به حرکت. من همیشه مثال میزنم دوستان، میگم ما اینجا همه حقوق بگیر جاب سنتر و سوسیال هستیم، اگر سیوم یا آخر ما پول به حسابون نریخت میگیم خب نریخته دیگه، روز سوم میریم یا آقا این پول ما رو ندادی یا خانم پول ما رو ندادی یا میگه چکت یه جوری شده برو میفرستم، روز ششم میریم میگه نیومد پول، تون صدا عوض میشه نه، اما روز دهم با لگد در یارو رو میشکنی میگه پول منو بده، چرا پول من نمیدی، من گشنگی دارم میمیرم اینجا. این چون دونستی این حقته یواش یواش میری دنبال اون حقت. ما اول باید این حقمون رو بدونیم، یعنی بهانه نیاریم. خب آره ما گرفتاریم دیگه، دنبال سه تا کار در روز کار میکنیم، شش تا این کار رو انجام میدیم، حالا دنبال حقمون نتونیم بریم هم خب نتونستیم بریم دیگه. سلام مقامات بالا همه فاسدن تقریبا، همه به هم بسید، بعد مردم سرخوردگی خیلی زیادی دارن، یعنی راه به هیچ جایی ندارن، یه مقدار خودشون شاد نشون میدن به خاطر اینکه خود زندگی کنن، ولی واقعا یه سری هم هستن که مقاومت میکنن. ما از خارج از کشور واقعا نمیتونیم راجع به اونا اینجوری بگیم، یه سری دارن مقاومت میکنن، میبینیم که مثلا تو زندان شکنجه میشه، همین ستوده من مثال اون چقدر زیاده. واقعا مردم توی ایران بد جوری درست دارن، یعنی من فکر میکنم حقشون رو بعضیشون اصلا نمیدونن یا اگرم میدونن راه به جایی ندارن، نمیتونن اصلا، یعنی به کجا برم بگن. شما حتی یه چیز کوچیکی رو میری میگی تا رشوه ندی، تا بتیون نداشته باشی نمیشه، یعنی بعد خودشون هم میافتن توی این چیز، بلکه زندگیشون اصلا ادامه پیدا نمیکنه. ما نمیتونیم به اونا بگیم که مثلا بدون اعتراض بکنیم، برای که خب یه سری میکنم، بعد یه سری هم اعتراض به کی بکنم، به کی برم بکنم. همه چی آغشته به فساده، از اون پایین آغشته به فساده تا اون بالا، یعنی واقعا حرفایی که ما میزنیم اینجا داریم، ما این حرف رو میزنیم تو بطن اونجا که میری اصلا واقعا سرخوردگی، افسردگی تو مردم اینقدر زیاده، سعیم میکنن ولی واقعا اصلا راه به جایی ندارن، براشون بی‌تفاوته، برای اینکه اصلا افسرده هستن، یعنی بهشون فشار میاد، این چیزای فسادی رو که میشنون بهشون فشار میاد، خیلی ناراحت میشن، ولی چیکار کنن، به کی برن بگن، کجا اعتراض کنم مثلا یکی مثلا زندان من اصلا من هیچ وقت حرفی نزدم که در ایران برن اعتراض کنن، اصلا تو صحبت ها من حق رو باید بدونن، الان همین حق خودمون رو تو این جمع هم خیلی ها نمیدونن، میدونی من ببینیم، ما میخواییم یه کار آگاهی رسانی، کار ما میخواییم آدم ها، انسان ها، مردم ما آگاه بشیم، بعد در آگاهی حرف بزنیم، در آگاهی رشد کنیم، در آگاهی تصمیم بگیریم. من عمرن نسخه برای مردم ایران نپیچیدم، نمیپیچم، نخواهم پیچید، یعنی حتی برای انتخاباتم که میشه من مطلقا نمیگم نرید رای بدید به من چه، ولی من میگم که این انتخابات به این دلایل ناسالمه، اون چیزی که تو میخوای نیست، دوست داری برو رای بده، دوست داری نده، چون این کار ما نیست، کار ما اینه که ما میخوایم با صحبت کردن ذهن خودمون اول اینجا باز بشه، صدامون ضبط میشه، منتشر بشه، 40 تا آدم برن آشنا بشن. من سر این موضوع یک سال سه بار چهار بار صحبت کردم، سه بار چهار بار تو هامبورگ صحبت کردم، پارسال تو همین هانوفر صحبت کردم، فکر کنم تو اینترنت هم صحبت کردم. اصرار داریم که خودمون بشینیم فکر کنیم، دردمون رو پیدا کنیم،
یعنی میگم من 5 صفحه نوشتم، همان تیتره، اگه من براتون بخونم سرتون درد میگیره، تیتره. برای همینه من دلم میخواد که در واقع ذهنمون کار بکنه، بریم دنبال توجیه. هم نیستم که مثلا پس اون آقا اینقدر گرفتاریم که مثلا اینجا دیگه چه گرفتاری داریم، اینجا که دیگه گرفتاری نداریم، یه پولی داره دولت میده یا خودمون یه کار کاسبی داریم، داریم زندگی میکنیم دیگه، نیازی به این نیست. من قصدم در واقع اینه، الان مثلا بحثایی که الان هست که عنوان شد که چرا اصلا ما باید بریم سوریه، بحث بچه ها رو میبرن یا بچه های افغانستانی رو میبرن سوریه، یا اصلا دانشمندا رو ترور کردن، در اومده که یه چیز دیگه است، اصلا یه اتفاق دیگه است. بعد الان مثلا صحبت اینجاست، من خانم نعمتزاده داستانش چی اصلا چه کار کرده بفهمم. ما در باره همه موضوع صحبت کردیم، جز مهمترین موضوعی که الان مردم ایران گرفتارش هستن عدم ثبات اقتصادی تو ایران. ایران اصلا ثبات نداره از نظر اقتصادی. وضعیت ارز رو میبینید، یه روز میشه 17 تومن، یه روز میشه 14 تومن، یه روز میشه 16 تومن، در حالی که شما نگاه کنید الان از اجاره خونه ها گرفته، از خورد و خوراک گرفته، از هزینه پرایدی که ما من یادم اولین پرای 4 میلیون بود، الان شده 5 میلیون. ببینید چقدر فرقشه. از ما ثبات اقتصادی نداریم الان توی ایران. و مشکل دیگه هم که هست، یکی از علالای دیگرش هم این پروژه های عمرانی که خیلی قوتش هزینه های گذاب می کنن، که اولش که استارت میخوام بزن متاسفانه بدون کارشناسی شده است، بعد پروژه رو که استارت میزنن وسطاش به مشکل مالی برمیخورن، که مثل آزادراه تهران شمال مجبورن نصف جنگل‌های هیرکانی رو بفروشن به کیا، به در واقع همون پیمانکاری که برای همون پروژه دارن زحمت میشن کار میکنن. مثلا پروژه ها سال هاست توی ایران فقط یه خاتم الانبیا، یه دکومی برای مشروع کردن و دزدی که میخوام بکنم، یعنی هیچ نیتی برای سازندگی پشت این من میگم ما فلان پروژه رو انجام بدیم، خب بیا آقا شما حساب کنه پسر هم فلان 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 بیا این پول برمیده بریم. بقیه هم که یه چند نفر
پیمانکار شخصی که میاد پولای ما رو میگیرم میفتن دنبال ما رو بیارد من راجب نیشکر میخواستم بگم نه طرح توسعه نیشکر خود نیشکر هفت‌تپه نیشکر هفت‌تپه تا سال 1384 سودده بود به طوری که به سایر ارگان‌ها خدمات میداد یعنی کسی که کارمند نیشکر هفت‌تپه بود انگار کارمند شرکت نفت بود یعنی خونه داشت، ماهیانه داشت، باشگاه داشت همه اینا رو داشت بلکه افتادن به چی میگم فروختن شرکت‌ها با یه زد و بند اینو فروختن و اون کسی هم که اینو خرید بلافاصله شروع کرد به تاراج دادن اموالش و بعدش هم که خورد به تعطیلی و شد ضررده یعنی کارخونه ای که سودده بود و عملا 300 هزار تن شکر جامعه رو تامین میکرد وادار کرد به ضرر باعث شد که سلطان شکرم مکارمه دیگه که ایشون بتونه سالیانه 700 هزار تن شکر ورداره بیاره تو این کشور بفروشه بدونه فقط با یه دلالی ببینید اینا از اون اتفاقاست این شلوغی های هفت‌تپه هم در واقع همین بود برای اینکه اون کارگر هفت‌تپه اخراج شد از حقوقش افتاد خب اینجا چند مورد در واقع موضوع پیش اومده که میبینیم الان